رونمایی از خط تولید موشک راهبردی پدافند هوایی صیاد 4 برای سامانه باور 373. با ارتقای برد این سامانه، انهدام اهداف هوایی به بیش از 300 کیلومتر میرسد. ایران به عنوان دومین کشور در جهان این توانایی را پیدا کرده است. باور 373 ساخت دانشمندان پدافند هوایی ارتش و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح است. بازدید وزیر دفاع و فرمانده پدافند هوایی ارتش از خط تولید موشک صیاد 4 ارتقا یافته، موشکی که روی سامانه باور 373 قرار می‌گیرد. حرکت در دل کویر، مقصد جایی در کویر مرکزی ایران. طی 16 ماه کار تحقیقاتی بسیار دقیق، رویدادی حاصل سالها تلاش متخصصان وزارت دفاع و نیروی پدافند هوایی ارتش. قابلیت درگیری با انواع هواپیماهای تاکتیکی نسل پنجم رو داره، یعنی نسل قدیم و نسل پنجم رو داره. قابلیت درگیری با بالستیک هایی که از فاصله بیش از 1000 کیلومتر یا 2000 کیلومتر پرتاب میشه رو دارا هست. ابتدا صدها کیلومتر دورتر از این مکان پرنده بدون سرنشین یا همان هدف به پرواز در می آید. مجوز شلیک بر روی هدف در کانال 1. همه آماده عملیات و اقدام نهایی می شوند. یا فاطمه الزهرا، این لحظه در تاریخ ثبت می شود. آتش در یکی از 1401 ارتقای سامانه بومی باور 373 برای دستیابی به برد بالای 300 کیلومتر با موشک جدید. خوشحالی جمع حکایت از تحقق وعده دارد. یعنی موشک پرنده بدون سرنشین را که 700 کیلومتر در ساعت سرعت داشته در فاصله 306 کیلومتری منهدم کرده است. این سامانه ثابت کرد که هر گونه تهدید رو فراتر از 300 کیلومتر منهدم میکنه و فراتر از 450 کیلومتر میبینه. آزمایش این سامانه بومی ارتقا یافته، ایران عملاً در جمع معدود کشورهای دارنده چنین سامانه‌ای قرار می‌گیرد که تعدادشان به انگشتان یک دست نمی‌رسد. در مقایسه با سامانه‌های برد بلند کشورهای صاحب نام و به قول خودشون ابرقدرت، در زمان بسیار کوتاهی ساخته شد. حالا دیگر آسمان ایران در تسخیر باور ارتقا یافته در آمده و از هر زمان دیگری امن‌تر شده است. حالا به گفته فرماندهان نیروی پدافند هوایی ارتش، این نیرو صرفاً به ارتقاء سامانه باور 373 و افزایش برد موشکی آن اکتفا نخواهد کرد و در آینده نه چندان دور خبرهای دیگری هم در راه است. میثم دلاوری، خبرگزاری صدا و سیما، کویر مرکزی ایران.